سلام بچه‌ها، خوش اومدید به ویدیو دیگه. بچه‌ها امروز اومدیم به یکی از ترک‌های درخواستی سوران ریاکشن. ببین کلا سوران و بهرام خیلی ریاکشن خیلی درخواست ریاکشن دارن. امروز اومدیم به یکی از ترک‌های خیلی قدیمیه، یکی از آلبوم‌های خیلی قدیمیه سوران ریاکشن. ببین آلبوم مرد تنها ترک حالا وقت خواب نیست. هیچ کدوم از آلبوم‌هاشو فکر نمی‌کنم کامل گوش کرده باشیم. هنوز موزیکایی هست که هنوز بهشون ریاکشن نرفتیم. حالا این چرا اسمش حالا وقت خواب نیسته؟ نمیدونم چرا. میکنم خیلی تک رویاییه. بریم بچه شروع کنیم. این ویدیو رو لایک کنید حتما قبل اینکه شروع کنیم. ساب کنید اگه هنوز نکردید. زنگوله لطفا. Let's go ببینیم که حالا وقت خواب نیست چیه؟ سورنا. اینا آهنگای اولش اسکری با خودش فکر کنم نوشته بود که آهنگش موزیکش ساختن. مثلا اگر به نسنس شروع نشد اولش دقیقاً. پیانو صدای بارون اون دو تا نوتا هم قشنگ خیلی شبیه ایمیلیه دقیقاً. یه هم میاد میخونه اون موقع اینجوری نبوده. یواش یواش بیت داره بیلد آپ میکنه. آره مشکری من اومدم از سمین الان شروع کن دلم پره واسم بگو مشکریم. دقیقا همون سورنایی که بهت میگم اون موقع یه جور دیگه بود. من اصلا آره. فلوش هم فرق داره خیلی. آره آره دقیقا چیز میخونه. بکنم متوجه میشم چرا با بهرام خیلی مقایسه میشده، چون یکم فلوی شکل همن اینجا. آره آره. این الان چی گوه اولش مشکریم؟ مشکریم؟ نمیدونم یه بار دیگه مشکریم. من اومدم از سمین الان شروع کن دلم پره واسم بگو مثل دفعه قبل که کلی افزدی بر بگو از قدیم ترم یه منم یه تو هیشگی نیست اصلا این ورا برام از زندگی بگو از حرفایی بگو که میشه دل به دی بشون از بوی خاک خیش زیر نور ما که هیچی جاشونو نمیگیره واسه یه سور نارفی الالایی بگو صدای بابایی بگو اباقالی فروش خسته باکاری بگو ابازی های رویایی آتاری بگو اغرقور و تای شور بازاری بگو ادایی ها که کوچیکا رو کول میکنن از اون شیشه هایی که با توپ خورد میشدن اجوج رنگی دوچرخ زنگی دست کسی برده رد خط زنجیر از سنباد با اون شلوار بگی الوک خوششاس و اون عرفای رفی. این تیکش من توی استوری ها مثلا توی ویدیوی کوتاه اینستایی این تیکه رو شنیدم از سنباد بگو. پس مال این آهنگ بوده. حاجی آهنگ چه فازی داره؟ میدونی خیلی فازش با حاله نوستالژی و اینا، ولی من این فازو خیلی وقت تو خودم کشتم، خیلی وقت میخوام یادم بره، چون تو خیلی تو بزرگ شدی توی این فاز. من توی شیفت توی بزرگ شدن توی اون فاز اومدم. برای من خیلی پررنگه، من خیلی دوست دارم واقعا. اصلا اون موقع رو یادم میاد تک تک اینا که داره میگه واسه من، نه تک تکش چون من باقالی نمیتونم بخورم، ولی دقیقاً تنها چیزی که من اینجا هستم و نیست باقالیه. ولی خیلی هاش واقعا خاطر انگیزه و این آهنگ چقدر واقعا داره به دلم میشینه. سورنا جدیدن کم این شکلی میخونه، ولی تو آهنگای قبلی قدیماش یادمه داره چند تا کار اینجوری که تاچ کنه، محکنی یه جوری عمیقی تاچ کنه قلبتو. رویایی یا آتاری بگو اگر تو تای شور بازاری بگو ادایی ها که کچی کار رو کول میکنن از اون شیشه هایی که با توب خورد میشدن اجوجه رنگی دوچرخ زنگی دست کسی برده رفت خط زنجیر از سنباد با اون شلوار بگی الوک خوش شانس و اون عرفای رپی از اون گوریل که با آدم ها تورکی بود از اون پلنگی که نمی کشت و صورتی بود. پیره من چی شده؟ چرا تو داغونی؟ پیره من داد بزد چرا انقدر آرونی؟ بوتای باقچه همه خوش شدن چی شده؟ بگو هنو زنده یا منتظر بارونی؟ پیره من چی شده؟ چرا تو داغونی؟ پیره من داد بزد چرا انقدر آرونی؟ بوتای باقچه همه خوش شدن چی شده؟ بگو هنو زنده یا منتظر بارونی؟ نگفتی چشان قرار نم بگیره. پیرمرد چی شده؟ پیرمرد به پیرمرد میگه مشکریم. مشکریم میدونی یه جورایی مشکریم آدم چیز نماینده دوره نوستالژی ماه. دقیقا آخه مخصوصا این که اسم بچه ها پیر شدن نوستالژی چی دارن بگن واقعا مثلا چی میخوان بگن؟ آره شاید مثلا آخه یادت جمع شدیم دور هم. آره مثلا مانگاس بازی میکردیم مافیا میزد آره. چی دارن بگن؟ نمیدونم آخه میدونی قابل لمس تر بود چیزایی که حضوری تجربه کنی تا چیزایی که بخوای دیجیتالی. خیلی فرق داره.
نگفتی چشام قرار نم بگیره، نگفتی دلم قرار غم بگیره، قرار لباس تنم خونم پاشیده شروش، نگفتی آرزوها قرار شاشیده شتوش، بعد دست خوردات شاد کردی قلبمو با تیرما، نگفتی میخوام بزنن قلبمو با تیرما، کلی خودمونو توی شخصیت تو چقدر دیدی چیا میگه؟ نه اینجاشو نفهمیدم. گفتی آرزوها قرار شاشیده شتوش، این ادبیات سوره نه این ادبیات خاصی داره. توش بعد دست خوردات شاد کردی قلبمو با تیرما، نگفتی میخوام میگه بعد درس تو خورداد شاد کردی قلبمو با تیر ماه. آه تعطیلات بعد تیکه بعدش یهو عوضش میکنه. نگاه یکی کن یکی از بهترین حسای دنیا بود آخرین امتحانتو بری بدی. هوای بویی داشت بهش که فکر میکنم اون هوا میاد تو ذهنم، اون حس میاد تو ذهنم. دقیقاً. شیده شتوش بعد دست خوردات شاد کردی قلبمو با تیر ما، نگفتی میخوام بزنن قلبمو با تیر ما، کلی خودمونو توی شخصیت تو جا زدی. نگفتی قرار قلبمو بزنن با تیر یعنی چی؟ نگفتی می چقدر این دو تا تیر ماها دو کنار هم. آره این که خیلی خفن ولی یعنی نگفتی قرار بزنن قلبمو با تیر ما، میرسه به چیز بعدی. خب بزنن قلبمو با تیر ما، کلی خودمونو توی شخصیت تو جا زدی. نگفتی نگفتی ای کاش میگفتی، اما ما نفهمیدیم تو داشتی انگار میگفتی، نگاهت آروم بود ته چشما ترتی بود، ما نفهمیدیم تو داشتی انگار میگفتی. سوال میکردم گفتی کتک میخواید، من زمین خوردم کمک خواستم گفتی کمک میاد بعدن، تفنگ بازی کردم تو هیچی بهم نگفتی، نگفتی قرار روزی تفنگ میاد سمتم، به هم جرأت دادی تو دادی بال به من از بس، گفتی مخ تو سرت تو کار بزند، من حرف زدن یادم دادی خاک پاتم مش کردیم، نگفتی قرار روزی لال بشم از سر پاشو چرا خوابی ب... آیا مش کردیم حکم بابای آدم رو نداره؟ من مش کردیم دقیقا کیه؟ میتونه از خدا بگیر باشه، خب میدونی مخواست مثلا بیاید به این دنیا یه سری حرف رو مثلا پیش خودت با خودت مثلا انگاری که الان از الان به اون دوره نگاه میکنی که زده بودی، یکی اونه، یکی مثلا میتونه یکی از مثلا خانواده مثلا پدر باشه، یا اینکه مثلا به خود روزگار باشه، میدونی؟ نمیدونم ولی هرچی هست خیلی احساس آشنایی داره با همون، چون هممون بزرگترمون انگار یه چیزایی به همون گفتن که اونجوری که میگفتن نشده، میدونی؟ مخصوصا اینکه بزرگتر ما اسمش کریم بود واقعا. آره پدر بزرگی اسمش کریم بود. مش کریم دقیقا. مش کریم نگفتی قرار روزی لال بشم از سر پاشو چرا خوابی بزن قدم توی ایوون، مش کریم من دیدم کلی جسد توی میدون، گفتی یه دنیا سلول تو بدن هر آدمه، اما من دیدم یه دنیا بدن توی سلول، حس میکنم تن هم دیگه با مرد پات نیست، مش کریم بلند شد حالا وقت خواب نیست، پیرم هرچی شده چرا تو داغونی، بلند شد داد بزن چرا انقدر آرومی، بود دعای وقت میدونی این پیر مرد شاید اون بخش وجود خودش هم میتونه باشه. دقیقا اینو بهش فکر کردم. دقیقا اینو بهش فکر کردم، پاشو چرا انقدر داغونی، یا خدا یا خودش که ولی تیکه قبلش چی میگه؟ تو من گفته بودی که کلی سلول تو بدنه، ولی الان یه عالمه بدن تو سلول، تو سلول دارم میبینم در دنیا چقدر بده. آره چقدر گاده واقعا سورنا، اون موقع هم که تجربهش تو رپ مثلا کمتر بوده معلومه که یه چیزی میخواسته، میدونی توانش از حد اکثر، یعنی حد اکثر توانش استفاده میکرده به اون چیزی که میخواسته برسه، اون چیزی که میخواسته خیلی بزرگتر بوده. دقیقا. الان میبینی میتونه به اونم میرسه، به اونم هدف میزنه قشنگ، اون چیزی که میخواد الان میتونه بنویسه به گوشم برسونه. گوز واقعا بهترین ترک دو طرفو لازم داریم، هم اینترتینمنت مینستریم هم این. ولی ای کاش هر دو طرف دیده میشد به اندازه کاف، به اندازه مساوی. چرا تو داغون بلند شد داد بزن چرا انقدر آرومی، بود دعای باخچه ها دیگه خوش شدم، پاشو داد بزن بگو منتظر بارونی، پاشو یه امیدی بده، حالا هوانو عوض کنی که رخی درمون بیا. سر بارونه خیلی عاشقه، آهنگ خیلی قدیمیه. یه چیزی من خیلی به نظرم آهنگ خفن بود. آره. و فوق العاده بود تکست و همه این چیزا که واقعا کم گفتم عقب بگم خفن بود، ولی خود موزیک بد جور غرقم کرد یه لحظه. خود موزیک رو گوش کن، thank you.
اینم از ترک حالا وقت خواب نیست. بعد نمیدونم حالا چرا سورنا مسیرش رو اینوری تغییر داده، که هرچند معلومه که موفق بوده چون بیشترین ترک میلیونی رو توی آلبوم همین سورنا داره. آره. از ترک از آلبوم فوق‌العاده گوزن و کلا به نظرم مثلا شنونده هاشو قشنگ اونقدری شناخته که اون طرفداراشو چقدر میتونن تا چقدر میتونن ادراک داشته باشن. من فکر میکنم که صاف هدف میزنه. من فکر میکنم که سبک خودش، هرچند دلم برای این کاراشم خیلی تنگ میشه. نه میدونی اتفاقا به نظرم خیلی از خواننده وقتی که سبکشون رو عوض کردن یه سری از طرفدارشون رو از دست دادن به خاطر اینکه یه تغییر سبک یهویی و بی ربطی بوده. ولی حس میکنم همونقدر که سلیقه سورنا پیشرفت کرد و قلمش و همه چیش، طرفداراش هم باهاش همین پیشرفت کردن. دقیقا. چون فاز آهنگ تو همون فازه، میدونی تو همون مود و فازه، ولی الان خیلی عمیق‌تر و رشد کرده تر و پخته تر شده. بعد این همه وقت هم هنوز شنیدن داره این کار همجوری. و آره دقیقاً کار قدیمیش. میدونی اینجوری نیست که از این خواننده ها نیست که طرفدارش اینجوری باشن که کار الانش رو دوست ندارم، کار نوستالژیش رو دوست دارم. اینجوری که کار الانش فوق العاده است، کار نوستالژیش هم نوستالژیه هم فوق العاده است. کنن کسایی مثل سورنا که تاریخ سازی میکنن تو رفتارش. دقیقاً. بچا دمتون گرم که ویدیو نگاه کردین. اگه خوشتون اومد لذت بردین حتما لایکتون نره، سابسکرایب کنید اگه هنوز نکردید و زنگوله نوتیفیکیشن کنید که هر روز همین موقع ویدیو داریم. یه کامنت انگلیسی هم بذارید که سوالتون نریزه. دو تا ویدیو خیلی والدی هم میذارم براتون، هر کدوم مارک کردید نگاه کنید. و تا ویدیوی بعدی خدافظ.